با عرض سلام، سال نو رو خدمت شما مخاطبین عزیزم تبریک عرض میکنم. با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه‌های کانون گزارشگران در خدمت شما هستم. در این برنامه در نظر داریم به تشریح بیشتر فعالیت‌های کتابخانه تصوف و عرفان بپردازیم. کتابخانه تصوف و عرفان را میتوان بازوی فرهنگی فعالیت‌های رضا تابنده با مدیریت و برنامه شهرام پازوکی برشمرد. گردانندگان این مجموعه در تلاشند تا کتابخانه تصوف و عرفان را به ویترینی برای جذب افراد در میان چهره‌های آکادمیک و پیوند آنها با یکدیگر به نفع تبلیغات برای رضا تابنده به کار گیرند. نمونه‌ای که می‌توان برای آن ارائه کرد برپایی سلسله برنامه‌هایی با عنوان ویژه برنامه ماه رمضان است که اکنون 2 سال پیاپی است برگزار می‌شود. در هر دو برنامه که به طور متوالی در 2 سال پیاپی پخش شد، به وضوح شاهد رویکرد تبلیغی با هدف برجسته‌سازی شخصیت رضا تابنده با مدیریت شهرام پازوکی هستیم. مجری برنامه علیرضا اطمینان که خود را دکتر معرفی می‌کند، کتمان نمی‌کند که این برنامه‌ها را به دستور رضا تابنده از آن سوی آبها اجرا می کند و البته برنامه اول و آخر به اصلی ترین سخنرانان یعنی رضا تابنده و شهرام پازوکی اختصاص دارد. در واقع کتابخانه تصوف و عرفان تلاش می کند تا با بهره گیری حداکثری از امکاناتی که دستگاه‌های عریض و طویلی چون بنیادها و مؤسسات حکومتی ولایت فقیه در اختیارش قرار می‌دهند، برنامه‌های به اصطلاح فرهنگی در پوشش تصوف و عرفان اما همسو با منویات رژیم ایران را هدایت و اجرا کند. البته در این میان نقش شهرام پازوکی را نباید نادیده گرفت. وی اکنون قدیمی ترین عضو مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران می باشد. سابقه طولانی دوستی شهرام پازوکی با حداد عادل، پدر همسر مشتبه خامنه‌ای به دورانی باز می گردد که هر دو در جلسات نظری پردازی و تئوری بافی های آخرالزمانی آقای فردید یزدی شرکت می کردند. امروزه گروه پژوهشی ادیان و عرفان در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران دارای 5 عضو هیئت علمی است که تحت مدیریت شهرام پازوکی با مرتبه علمی استادی فعالیت می کنند. شهرام پازوکی رئیس بخش فلسفه هنر در فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی بوده و هست. بنیاد فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی و وابسته به نهاد ریاست جمهوری است که به منظور پاسداری از میراث فرهنگی هنری ولایت فقیه و پیشنهاد سیاست‌ها، راهبردها و دستیابی به آخرین یافته‌ها و نوآوری‌ها و نیز ارتقای فرهنگ ولایت فقیه در جهت مقابله با تهدیدهای فرهنگ‌های مهاجم در سال 1377 تأسیس شده است. ریاست این بنیاد از سال 1377 تا سال 1388 بر عهده میر حسین موسوی بود و سپس علی معلم دامغانی، علیرضا اسماعیلی و بهمن نامور مطلق به ریاست این مرکز تعیین شدند. می توان گفت که کارگروه ادیان و عرفان التقاطی از فعالیت‌های بنیادین فرهنگستان هنر برای مقابله با تهاجم‌های فرهنگی و سیاست تهاجم ترکیبی نظام ولایت فقیه می‌باشد که زیر نام استراتژی‌های بسیط حکمت اسلامی یا همان ولایت فقیه زیر مجموعه کرسی ترویجی یعنی مطالعه موردی نظریات فلسفی مصباح یزدی توسط شاگردان مکتب فکری آخوند مصباح یزدی دایر شده است. کتابخانه تصوف و عرفان زیر نظر شهرام پازوکی مأموریت گسترش بخشیدن به روابط در زمینه فعالیت‌های دانشگاهی را در داخل و خارج از کشور عهده‌دار می‌باشد.
مهمترین روزنه ارتباط با دنیای اسلام شناسی در خارج از کشور شبکه رضا تابنده و همسر مرحوم دکتر لویسون می باشد. شبکه رضا تابنده همچنین در جهت بست و گسترش هرچه بیشتر با طریقتهای صوفیانه در گوش و کنار دنیا فعالیت می کند. از همسویی ادعاهایی که در این چند سال اخیر از سوی شعب ادارات فرق و ادیانی همسو با نهادهای امنیتی اطلاعاتی نظیر وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه علیه جمعی از پیروان دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه دیده می شود، می توان به روشنی به ضبط و ربط های دستندرکاران کتابخانه تصوف و عرفان با مجریان و طراحان اصلی توطئه ها علیه جناب آقای دکتر نورعلی تابنده و پیروان و ارادتمندان ایشان پی برد. این مجموعه در تلاش است از بودجه هایی که در اختیارش قرار می گیرد از رضا تابنده با پدرخواندگی شهرام پازوکی چهره آکادمیک بسازد و به همین دلیل کوشش های زیادی صورت می گیرد تا با برقراری تماس و ارتباط با شخصیت های فرهنگی آکادمیک و اجتماعی از نام و اسم و رسم آنها برای بزرگنمایی و تبلیغات خود استفاده کنند. اصولا کتابخانه تصوف و عرفان در دوران حیات جسمانی جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی شاه فعالیت خود را با سلسله برنامه‌هایی به نام خاطرات ماندگار آغاز کرد. این مجموعه از همان ابتدا تلاش کرد تا سنت روایتگری را با نام تعریف خاطرات به جای تعالیم مربیان و اولیای الهی جایگزین کند. از این رو در نخستین برنامه از این مجموعه به سراغ فرزندان جناب حاج علی آقا تابنده محبوب علی شاه رفتند و برنامه‌های زیر عنوان خاطرات ماندگار تهیه کردند تا به این ترتیب به برجسته‌سازی و تبلیغات برای رضا تابنده کمک کنند. از آنجا که فرزندان جناب حاج علی آقا تابنده محبوب علی شاه در بحبوحه دوران کودکی از فیض تربیت در زیر سایه پدر بزرگوار خود محروم شده بودند، در وادی خاطره‌گویی حرف چندانی برای گفتن نداشتند. از این رو برای تداوم این مجموعه برنامه‌ها دستاندرکاران کتابخانه تصوف و عرفان راهی نداشتند جز آنکه به سراغ بازگویی خاطرات دیگر اقطاب سلسله بروند. حال پرسش اصلی که مطرح است این است که اصولاً در مجموعه برنامه‌های خاطرات ماندگار حضور فرزندان آقای علی تابنده محبوب علی شاه چه موضوعیتی می‌تواند داشته باشد؟ پاسخ این پرسش را شاید بتوان در میان فعالیت‌های کاملاً هدفمند امثال شهرام پازوکی‌ها جستجو کرد که با طیف بسیار گسترده‌ای از بالاترین مدیران امنیتی و برنامه ریزان تهاجمات ترکیبی در عرصه جنگ نرم برای مقابله با به گفته رهبر نظام تهاجم فرهنگی غرب و ضد انقلاب در ارتباط می باشند. از مجموعه پوسترهای تبلیغاتی و برنامه‌هایی که توسط کتابخانه تصوف و عرفان توزیع و پخش می‌شود، می‌توان به تلاش‌های برنامه‌ریزی شده به منظور عضوگیری در میان شبکه‌ای از چهره‌های آکادمیک در داخل و خارج ایران با هدف برجسته‌سازی و تبلیغات گسترده جهت مطرح کردن رضا تابنده و رحمت الله تابنده پی برد. سلسله برنامه‌های ماه رمضان که درست پس از درگذشت جناب آقای دکتر نورعلی تابنده حضرت آقای مجذوب علی شاه کلید آن زده شد، نشان از آن دارد که اصولاً در زمان حیات جسمانی دکتر نورعلی تابنده امکان جولان دادن برای چهره‌های نظیر شهرام پازوکی‌ها، رضا تابنده ها و جوانک های جویای نامی چون مهران رهبری ها فراهم نبود. در بخش های بعدی
به تشریح فعالیت‌های این مجموعه که سر در دالان‌های ادارات فرق و ادیانی با مدیریت و برنامه چینی شهرام پازوکی دارد ادامه خواهیم داد. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خدای بزرگ می سپارم. بدرود.